ریه چین، روسیه و ونزوئلا کشورهایی هستند که همپیمان جمهوری اسلامی هستند. در فردای سرنگونی حکومت ایران چه روابطی با اینا خواهد داشت؟ ببینید شما اگه بخواید یه قرارداد منصفانه داشته باشه، واسه یه طرفه نباشه دیگه ابتدا به ساکت. ضعف جمهوری اسلامی باعث شد که ما خیلی از منافع ملی خودمون زیر پا گذاشته بشه در هر نوع قراردادی که بسته شده، بخواد قزر باشه، بخواد خلیج فارس باشه، و یه چیزی که واقعا مردم رو به خشم آورده که واقعا معادلات منصفانه غیر مصفانه و یه طرفه بود حال اگه ما در آینده با هر کشوری در جهان که سر اناد نداریم و بخوایم باهاشون یه رابطه تجاری داشته باشیم یا منافع مشترکی رو جستجو بکنیم خب واقعا باز منافع طرفین باشه ولی چیزی که بر, بر علیه منافع ملی کشور ما نباشن رو جستجو بکنیم یعنی شرط هر نوع قرارداد یا معامله زمانی است که منافع کشور ما هم تعمین بشه و با درکی که خب طرف مقابل به همون اندازه جویای منافع خودش هست اگه بشه یک جایی منافع مشترک رو افسیا خوب میشه مبنای کمکاری و یا قرارداد الان چه باید کرد برای اینکه مثلا چین رو مجاب کنیم که دست از حمایت جمهوری اسلامی برداره خب وقتی که ببینن که مردم ایران دارن میرسن به سرحد موفقیت و مسئله بقای عمر نظام تقریبا به پایینش رسیده خب مسلما شروع میکنن به پیش که بعد از این چه باید بکنن اتفاقا همین مسئله رو ما مطرح میکنیم با کشورهای غربی بهشون میگیم اصلا غیر مسئولانه است از شما که این فرض رو نکنید که این نظام ممکنه نباشه پس راجع به آیندهش نباسی فکری از حالا بکنید واقعا پیش بینی از حالا بس بکنه حالا با کار ندیم دنیا عقب میمونه از این ما واسه خودمون ما که میگم ما مردم ایران هست ما باید میدونیم که کجاست که بایستی به کدوم جهت بریم و بعد اون کسانی که درک میکنن که زینف خواهند بود در موفقیت مردم ایران در خلاص شدن از این حکومت برای که در برا ماورای این حکومت ما بتونیم برگردیم به چرخه ترقی، مدرنیته، پیشرفت و تمام ارزش های انسانی و دموکراتیکی که یه بلوکی از این دنیا به حال بر پایه اون ساخته شده و ریخته شده هم پیمان های طبیعی ما هستند در این راستا جریانات دیگر هم به حال به واقعیت جدید خواهند نیست که دیگه ایران نه موقعیت ضعیف کشی برشون فراهم میکنه تحت یک حکومت فاسد و ضعیف و از طرف دیگه میدن نه با یک کشور سرکار دارن که ما دنبال روابط اصله هستیم ولی نمیذاریم کسی منافع ما رو زیر پا بگذاره و به شکلی طرف ما رفتار بکنه